امشب در 24 هند میزبان اجلاس گروه 20 در غیاب رهبران روسیه و چین. بایدن با هدف مقابله با نفوذ چین و همسو کردن کشورها علیه روسیه به دهلی نو رفته. مذاکره بر سر طرحی برای اتصال خاورمیانه به جنوب آسیا. آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و هند امیدوارند درباره پیشنهاد اسرائیل به توافق برسند. و رونمایی از نخستین زیردریایی تهاجمی هسته‌ای در کره شمالی. پیونگیانگ میگه این زیردریایی قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای داره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس گروه 20 دهلی نو رفته. نیویورک تایمز میگه او تلاش میکنه تا در غیبت رهبران چین و روسیه کشورهای دیگر رو به سمت آمریکا بکشونه و در برابر گروه بزرگی از رهبران مهم جهان استدلال کنه که باید در موضوعاتی از جمله جنگ روسیه در اوکراین و نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه و منطقه هند اقیانوس آرام با آمریکا همسو بشن. محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. آقای قائدی، این مهمترین نشستی هستش که کشورهای مهم جهان، 20 قدرت بزرگ جهان قبل از نشست مجمع عمومی در دو هفته آینده خواهند داشت. چین و روسیه غایب هستند در این نشست. چقدر فکر میکنید که آقای بایدن میتونه از این فرصت استفاده بکنه تا کشورهای مثل هند و که یک وسط بازی کردن تا اینجا رو همراه بکنه با واشنگتن؟ درود بر شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم چون منبعی که شما هم گفتید نیویورک تایمز بود، سی ان ان هم یک روایت مشابهی داره، ولی بعضی از رسانه‌های آمریکایی انتقاد کردن از اینکه مثلا در جایی داره میره آقای بایدن که اونجا رهبران بزرگی مثل شی جین پینگ حضور ندارن. این به این دلیله که من فکر میکنم چین در واقع داره اعتراضش رو با آمریکا نشون میده. آقای بایدن به دنبال دیدار با شی جین پینگ بود و احتمالاً دیدارشون میره برای نوامبر در نشست اپک، و به این دلیله که بلوک‌های مختلف آمریکا در برابر چین درست کرده، مثل آکواس، مثل کواد. بنابراین چین داره تلاش میکنه که یک مقدار جایگاه جی 20 رو پایین بیاره و در مقابلش بریکس رو داره تقویت میکنه، چون در بریکس نقش و نفوذ بیشتری چین داره. یک اعتراض دیگه هم به نظر من داره میکنه آقای شی جین پینگ با نرفتن و فرستادن نخست وزیرش به این، و اون همینه که در واقع میخواد جایگاه هند رو به عنوان میزبان اینجا تضعیف کنه، به دلیل اینکه هند در همراهی با آمریکا در بلوک کواد قرار گرفته و چند وقت پیش هم در واقع مانوری داشتن برای مهار چین. بنابراین این دو موضوع هست به نظرم. ولی سوای موضوع میدونیم پکن و دهلی نو با هم مشکلات دیگری هم دارن، اختلافات ارضی دارن، بعضی مسائل دیگر هست که اونها رو تا اندازه زیادی رقیب میکنه با هم. درسته در سال 2020 20 سرباز هندی تو این اختلافات ارضی کشته شدن. جدیداً چین یک نقشه رو چاپ کرده که تو اون یک بخشایی رو که هند رو اونها ادعاهای ارضی داره رو جز چین در واقع نشون داده که هست و اینها. تمام این مسائل هست و الان که هند میزبانه، در واقع چین داره جایگاه میزبان رو اینجا تضعیف میکنه. در مورد روسیه چون اشاره کردید به پوتین، هم من بگم من فکر میکنم دلیل این که پوتین نرفته کاملا برخلاف چینه. یعنی پوتین برای تقویت رئیس جمهور چین اونجا نرفته، در حالی که چین برای در واقع هند نرفته، در حالی که چین برای تضعیف نارندرا مودی نرفته. دلیلش هم اینه که در واقع یک حکم بین‌المللی وجود داره برای دستگیری آقای پوتین. خب هند جز امضا کنندگان دادگاه لاهن نیست، بنابراین نیازی نبود دستگیر کنه. اما اگر که پوتین قرار بود حضور داشته باشه، احتمالاً یک بخشی از کشورها تحریم می‌کردن رفتن اونها رو در واقع به این. با همه این بریکس هم، با اینکه آفریقای جنوبی گفت قصد دستگیری اون رو ندارن، ولی بازم آقای پوتین نرفت، فقط وزیر خارجه‌اش رو فرستاد. چون کشوری که در حال جنگ، رفتنش به این در واقع کنفرانس ها باعث تضعیف کنفرانس میشه، باعث میشه که قطبندی ایجاد بشه و ترجیح داد که اینجا در واقع نره برای اینکه هند رو تقویت کنه. اما شما فرمودید که میتونه از فرصت آمریکا استفاده کنه. بله، احتمالاً داره فشار میاره. ما خبرهای مختلفی داریم در موردی که ممکنه که اون قرارداد بزرگ با عربستان رو بخواد یک صحبتی در موردش کنه یا رونمایی کنه. یک هیئت هم از کاخ سفید رفته عربستان همزمان با سفر آقای بایدن به هند، یا ممکنه در ارتباط با اون خط در واقع راهنی که میتونه
آسیا رو به اروپا وصل کنه بخواد خبری اعلام کنه برای اینکه پروژه شگفت آوری اینطور نیست، یعنی تیکاش که به خصوص دریایی هست طرف از اینه که از بندر فوجیره در امارات تا دهلی نو یک تونل زیر دریایی بکشن، خیلی پروژه چند میلیارد دلاری بعد بشه. پروژه بزرگیه. به نظرم دو تا اهمیت دیگه هم داره، یکی این که در آینده اگر که اسرائیل به این پروژه وصل بشه، چون اصلا این پیشنهادیه که در گروه I2U2 که با حضور اسرائیل و امارات و هند و آمریکاست در اون مجمع راجع به این شروع شده صحبت شده، و دو اینکه این رقیب دو تا پروژه خیلی بزرگ دیگه هست، البته یه دونهشون خیلی بزرگه، یه دونهشون مقامات ایرانی امیدوارن که بزرگ باشه. یکی این که خط آهنی که شلمچه رو قراره به بصره و بعد از اونجا به کربلا و نجف وصل کنه، و بذر پشت تو صحبت های چند روز پیشش گفتش که ما امیدواریم که این بره از طریق سوریه بندر لازقیه شلمچه رو به مدیترانه وصل کنه. این در واقع یک موضوع. یک موضوع دیگه که رقیب جدی این خط آهن، موضوع خط آهنیه که از طریق بندر فاب عراق رو به اروپا وصل میکنه، و خب میتونن این خطوط در واقع رقیب هم دیگه باشن، و ترکیه 17 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده روی اون خط. اتفاقا موضوع بعدی ما هم همین هست. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. در حاشیه اجلاس گروه 20، آمریکا، هند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره پروژه‌ای مذاکره می‌کنند که اگر اجرا بشه کشورهای خاورمیانه با شبکه‌ای از راه‌آهن به همدیگه متصل و از طریق بنادر به هند وصل می‌شن. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی میگه این کشورها امیدوارن مذاکراتشون به نتیجه قطعی برسه تا شنبه این پروژه رو رسما اعلام کنن. ایده این پروژه رو اسرائیل کمتر از یک سال پیش در اجلاس گروه I2U2 مطرح کرد، و به گفته اکسیوس اگر روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی عادی بشه، پروژه راه آهن برای دسترسی به اروپا به بنادر اسرائیلی گسترش پیدا میکنه. حسن هاشمیان تحلیلگر امور بین الملل از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، این یک راه آهن کوتاه بین یک کشور و دو کشور نیست، بسیار پروژه گسترده و بلند پروازانه ای هست، و اونطور که نقشش رو من رصد میکردم فقط هم رو سطح زمین نیست، بعضی جاها وارد آب هم میشه و مسافت های طولانی رو قرار از زیر آب طی کنه. دقیقا همینطور، از هند شروع میشه و از یک طرف بندر حیفا در اسرائیل تموم میشه، و از یک طرف هم از جنوب عراق به طرف ترکیه میره، و بنابراین این یک پروژه خیلی بزرگی. البته باید دید که این نشستی که الان در هند هست یک نشست سه جانبه بین آقای بایدن، محمد بن سلمان و آقای مودی ایجاد میکنه یا نه، چون که ما میدونیم که آقای بایدن با آقای بن سلمان دیدار خواهد کرد، یک نشست دو جانبه است. ولی اگر نشست سه جانبه شکل گرفت، به این معنیه که این پروژه کلید خورده و اعلام میشه، و این از یک طرف پروژه خیلی خیلی بزرگیه، چون که میتونه چین رو دور بزنه، در واقع راه‌های خاکی، جاده ابریشم و امثال اینا رو دور بزنه. از یک طرف هم میتونه شمال جنوب یا اون کریدور شمال جنوب ایران و روسیه که فکر می‌کنم دو سه ماه پیش امضا شد اونو دور بزنه، و بنابراین این خیلی پروژه خیلی مهمیه، و اسرائیلی ها اینو مطرح کردن. وزیر حمل و نقل اسرائیل حدود 6 سال پیش این موضوع رو مطرح کرد، آقای اسرائیل کاس. سپس آقای نتانیاهو، یعنی در دوره نخست وزیری قبلی خود، در نشست رهبران جامعه یهودی آمریکا در شهر بیت مقدس این مسئله رو مطرح کرد، و کار بر اون صورت گرفته در این طول 6 سال. الان مثل که به مراحل پایانیش داره. آقای هاشمیان، اشاره کردید که ایران عملا دور میمونه به شکلی از این پروژه. خیلی جالب، پس یعنی مسیری رو که دنبال کردن از اسرائیل به اردن، به عربستان سعودی، بعد به امارات متحده عربی، و در اون انتها در وسط آبهای اقیانوس هند جنوب دریای عمان میره تا بندر بمبئی در هندوستان، در صورتی که از طریق ایران اگر می بود خب به واسطه پاکستان میتونست زمینی صورت بگیره. فکر میکنید چقدر ایران متضرر خواهد شد از چنین پروژه‌ای؟ این نکته بسیار بسیار جالبی که شما مطرح کردید. این کشورها، چه سعودی، امارات، اردن، هر کشوری که ما در خاورمیانه در واقع ببینیم و در این زمینه صحبت کنه، اولین چیزی که میگه این که ایدئولوژی جمهوری اسلامی سوی ما میاد یا نه. ما بایستی یه کاری کنیم که این ایدئولوژی رو جلوشو بگیریم. شما نگاه کنید، حتی کشور عراق
شما قبلا در همین گزارش خودتون اشاره کردیم به شلمچه و بصره. فاصله شلمچه تا بصره 36 کیلومتر ولی حاضر نیستن این قطعه بسیار کوچک را وصل کنن، چون که خود عراقی ها هم بخشی از این پروژه خیلی بزرگی که از هند شروع میشه تا بندر حیفا و از یک طرف از فاو عراق میره تا ترکیه، ترکیه بخشی از اونه، فقط به اینجا ایران متضرره و ایران نمیتونه وارد این پروژه بشه، چون که ایران و جمهوری اسلامی یک ایدولوژی متفاوت با دیگران داره. به جای اینکه کار اقتصادی و تجاری بکنه، کار در واقع ایدولوژی میکنه و شبه نظامیان رو گسترش میده. ممنونم از شما. حسن هاشمیان، تحلیلگر امور بین الملل از واشنگتن. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره انحصاری بودن مالکیت میدان گازی آرش برای عربستان و کویت، اون رو مداخله جویانه و گزافه‌گویی تعبیر کردند. احمد مرادی نماینده مجلس هم به عربستان و کویت توصیه کرده در مورد این میدان گازی تابع کشورهای تنش‌آفرین نباشند، چون ایران در بهره‌برداری از اونجا تردید نداره. این میدان گازی در مرز دریایی ایران و کویت قرار داره. این شورا همچنین ادعاهای ایران مبنی بر بدرفتاری با زندانیان در بحرین رو کذب خونده و از مقامات ایرانی خواسته در امور داخلی کشورهای دیگه مداخله نکنه. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی نسبت به اعتصاب غذای شماری از زندانیان بحرینی نگرانه. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن با ماست. آقای علیزاده، چیزی که بر من سوال انگیزه اینه که برخلاف جزایر سگانه این یک موضوع بسیار تنش‌آفرین آنچنانی نیست، چرا این رو نمیبرن در دعاوی بین المللی در دادگاه های بین المللی حل و فصل کنن که دقیقا این نقطه مرزی ایران و کویت و عربستان سر این میدان گازی و نفتی کجاست؟ اولا ماهیت این پرونده رو اول متوجه بودیم که چگونه این پرونده از سه مشکل برخوردار هستش، یعنی مشکل حقوقی، مشکل سیاسی و مشکل فنی. آنچه که شما اشاره میکنید که مراجعه به محاکم بین المللی بشود، مثلا به کجا مراجعه بشه؟ مثلا به دیوان بین المللی دادگستری ICJ که خب در اونجا بایستی به صورت توافقی کشورها مشکلات خودشون رو به اونجا میبرن. بنابراین اگه کشوری توافق نکنه به اونجا نمیتونه مراجعه بکنه. طبیعتا ایران هم تا الان توافق نداره روی این مسئله، موضوع به اونجا ارجاع داده نشده. همچنان که در مسئله جزایر هم خب امارات میتونه فرض بگیریم که بخواد بره به ICJ دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه مراجعه کنه، که خب مراجعه نکرده چون راهش بسته است. بنابراین دو راه میمونه، یا اینکه توافقی حاصل بشه، مذاکره ای توافقی چیزی حاصل بشه، و چه در بحث جزایر چه در بحث همین میدان آرش، که خب ایران هم در هر دوی اینها طبیعتاً طرف نظر طرف مقابل عرب ها رو مردود میتونه، وارد مذاکره نمیشه. پس راه سوم باقی میمونه و راه سوم این هستش که هر کس به میل خودش اقدام کنه. اینجاست که ما میبینیم که الان پس از یک دیر زمان، یعنی 50 سال شاید از زمان دولت پادشاهی ایران این پرونده گشوده شده و تا الان هم به نتیجه نرسیده، به دلیل سه مشکلی که اشاره کردم، حقوقی، فنی و سیاسی. دیگه راهی که کشورهای عربی یعنی کویت و عربستان دارن میرن این هستش که یک جانبه دست به اکتشاف و استخراج بزنن، اقداماتی هم در این خصوص انجام داده، اما اگر دست به این کار بزنن این حق برای طرف مقابل یعنی ایران هم حاصل می شود که اونها هم دست به اکتشاف و استخراج بزنن. اما یک تفاوت در اینجا وجود داره و تفاوت در این هستش که کشورهای عربی، دو عربستان و کویت، هم توان مالی پولی دارن، هم دسترسی به این تکنولوژی و فناوری بزرگ جهانی دارن. از هر کشور از شرکتی دعوت کنن، بیفی و نمیدونم توتال و هر کدوم دعوت کنن، بلافاصله میان در اونجا استخراج رو انجام میدن. حالا ایران اگر بخواد دست به این استخراج بزنه،
چه کشوری رو میتونه، چه شرکتی رو میتونه دعوت کنه توی شرایط تحریم، میخوام بگم از این جهت برابری وجود نداره. بعید میدونم موضوع احاله بشه به محاکم بین المللی. ایران به هیچ وجه به اون محاکم نمیرود. یک راه باقی میمونه، رو هم راه مذاکره است که شاید در فضای پس از برقراری رابطه دیپلماتیک بین ایران و عربستان، در حال فضا خیلی تفاوت پیدا کرده، شاید یک راه مذاکراتی پیدا بشه. همین نکته که اشاره کردید اتفاق میخوام در همین بار ازتون بپرسم، چون تازه دو طرف سفیر معرفی کردن در کشورهای یکدیگر، بالاخره یک راپروشمانی بین تهران و ریاض به نظر میاد که صورت گرفته. آیا این در تناقض نیست با این لفاظیایی که چه از سمت ایران میشنویم و چه از سمت شورای همکاری؟ نه تناقض که نه، نمیشه گفت تناقضه، ولی میخوام بگم ببینید آنچه که الان بین تهران و ریاض حاصل شده، اگرچه فضا رو خیلی تغییر داده از زمانی که مثلا جنگ‌های نیابتی علیه هم انجام میدادن، یا حمله به آرامکو میشدش، یا عربستان سعودی بن سلمان میگفتش که علی خامنه‌ای هیتلر زمانه، از این حرفا میزد. الان خب یه فضایی هستش که دیگه فرش بافته بن سلمان هم تو نمایشگاه فرش ایران میارن نمایش میدن. خب فضا عوض شده. اما یک نکته رو فراموش نکنیم، در فضای دیپلماتیکی که برقرار شده ما هنوز گرمی روابط رو نمیبینیم. گرمی روابط غیر از برقراری روابط هستش، ضمن این که موضوعات مورد اختلاف هم انگشت شمار نیست. موضوعات اختلاف خیلی خیلی فراوانه، چه در منطقه، چه در مسائل دو جانبه، چه در جهان اسلام، چه در مسئله جهان عرب. خیلی موضوعات مورد اختلاف وجود داره که این موضوع آرش، موضوع غازی آرش یکی از صدومین موضوعات اختلاف ایران و عربستان و ایران و کشورهای عربی هستش. بنابراین در صدر اولویت‌های دو کشور ها نیستن. کشورها باید خیلی پرونده ها رو دو طرف ببندن تا آخر سر به بحث آرش هم برسه. به هر حال آنچه که به نظر میرسه استخوان لای زخم، یعنی پالیسی ایران این هستش که استخوان لای زخم باشه. از زمان شاه همینطور بوده. کشورهای عربی هم ظاهراً دو کشور تصمیم خودشون رو گرفتن دست به استخراج بزنن. نهایت آنچه که من میتونم پیش بینی بکنم این هستش که بعضی شرکت‌های حفاری و اکتشافات داخلی ایران برن اونجا یه دکلی بزنن استفاده کنن. نهایتاً چیزی بیش از میدان پارس جنوبی که نمیشه. حال پارس جنوبی که قطعاً بخشش در ایران هست، ایران حق داره استفاده بکنه، اما شما نگاه کنید یک کشور کوچکی مثل قطر چه برداشت‌های هنگفتی داره از میدان پارس جنوبی میکنه. ایران یه چند تا دکل زد و یه مقدار استفاده داره میکنه. نهایتش اگر هم ایران بتوانه کاری در حوزه آرش انجام بده، میشه چیزی مثل پارس جنوبی با تأخیر و با برداشت کمتر. فکر میکنم نهایتاً مسئله این پرونده به این طرف مراجعه کنه. به بحث محاکم خیلی بعید میدونم محاکم بین المللی ارجاع داده بشه. ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه درباره پرونده تانکر سوئز راجان و تحقیقات قضایی مربوط به اون توضیح داده. این بیانیه با اشاره به جریمه نزدیک به 2.5 میلیون دلاری شرکت مالک سوئز راجان به نام نویگیشن امپایر و ضبط نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت سپاه پاسداران، میگه سرنوشت این نفت و عواید حاصل از فروش اون به عهده دادگاه فدرال واشنگتن دی سی. بر اساس این بیانیه بخش یا تمام پول حاصل از این نفت به صندوق حمایت از قربانیان حوادث تروریستی در آمریکا تعلق میگیره. نفتکش سوئز راجان از حدود 1.5 سال پیش به خاطر قاچاق نفت ایران در توقیف بوده. بزرگترین بانک روسیه به نام اسبربنک هم در موردش صحبت خواهیم کرد. اما فعلا آرش علی همکارم از کنگره به ما پیوسته. آرش، به نظر میاد که بعد از ماها بالا و پایین شدن در مورد سرنوشت این کشتی سوئز راجان، بالاخره مشخص داری میشه که سرنوشتش چه خواهد شد؟ تقریبا 1.5 سال، بله، از اپریل سال 2022 موقعی که این کشتی رو ابتدا سازمان اتحاد علیه ایران اتمی رصد کرد در آب‌های نزدیک سنگاپور، داشت از طریق تکنیک تانکر به تانکر نفت جمهوری اسلامی رو قاچاق می‌کرد
به نظر میآید وزارت دادگستری آمریکا پس از این داستان وارد ماجرا میشود و خب یک سال و نیم طول کشید تا این نفتکش رو قانع کنند اون که شرکتی که متعلق به اون بوده بیارتش در خلیج مکزیک، آوردنش در 100 کیلومتری آبهای شهر گالوستن در ایالت تگزاس. ایران اینترنشنال یه تیم رو فرستاد، بنده رفتم اونجا در کنار این تانکر و گزارش تهیه کردیم و حدوداً 3 ماه از اون موقع طول کشید فردا تا بتونه دولت آمریکا محموله نفتی سوئز راجان که همونجور که تو گفتی تقریباً نزدیک 1 میلیون بشکه است رو تخلیه کنه. مدارکی که الان دادگاه منتشر کرده است و بخش روابط عمومی وزارت دادگستری در این بیانیه که شما بخشایش رو خوندی بهش اشاره دارد، نشان میدهد که شرکت نویگیشن امپایر که شرکت یونانی گیست که سوئز راجان به اون تعلق دارد با وزارت دادگستری آمریکا همکاری کرده است و بخشی از این همکاری هم این بوده است که به نظر میاد خود شرکت امپایر نویگیشن نفت سوئز راجان رو تخلیه کرده آورده است به خاک آمریکا. بعد از این همکاری به نظر میاد دادگاه جریمه کمتری برای نویگیشن امپایر بریده است. یکی از شرکت های تحت مجموعه این نویگیشن امپایر رو 3 سال محروم کرده از هر گونه تجارتی و خود نویگیشن امپایر رو هم 2.5 میلیون دلار دادگاه جریمه کرده است. همونجور که تو گفتی فعلا سرنوشت عواید فروش این نفت مشخص نیست. دادگاهی در شهر واشنگتن دی سی تصمیم خواهد گرفت که چه خواهد شد. من یه حساب سرانگشتی انجام دادم با احتساب بشکه 80 دلار که تقریبا یک قیمت متوسط بازار امروز هست، نزدیک به 75 میلیون دلار تا 80 میلیون دلار در این نفتکش در واقع نفت بوده است. با فروش اون احتمالاً بخش یا تمامی از اون قرار ریخته بشه به صندوق حمایت از قربانیان تروریست در آمریکا و مطبوعات آمریکا هم به این خبر واکنش نشون دادن. رویترز و فاکس نیوز در این زمینه امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن. به نظر میاد تا وقتی که تکلیف اون پول در واقع پول عواید فروش اون نفت سوئز راجان مشخص نشود، هنوز این داستان تمام نشده. آرش علایی در کنگره آمریکا، ممنونم. بزرگترین بانک روسیه به نام اسپر بانک گفته سیستم انتقال پول به ایران رو راه اندازی کرده. این بانک قراره حواله های روبل رو با گرفتن کمیسیون 1% به بانک پاسارگاد در ایران بفرسته. این در شرایطی که اسپر بانک بخش زیادی از دارایی هاش رو در جریان تحریم های بین المللی علیه روسیه در جنگ اوکراین از دست داده و حتی ناچاره که شعبه هاش رو در امارات متحده عربی تعطیل کنه. پیش از این هم بانک به نام VTB خبر راه اندازی شعبش رو در ایران اعلام کرده بود. عطا حسین نیان روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با مساق حسین نیان. در این شرایط تحریم‌های بین‌المللی که هم متوجه مسکو هست هم متوجه تهران، یک توافق اینچنینی بین این بانک روسی و پاسارگاد چقدر میتونه به دو کشور کمک بکنه برای تبادلات تجاری و دور زدن تحریم‌ها؟ درود به شما، وقتتون بخیر. ما هر وقت صحبت از این بانک‌های روسیه میشه که میخوان بیان برنامه دارن یا وارد بازار ایران و سرمایه‌گذاری در ایران میشن، یاد بانک استقراضی روسیه میفتم در دوران پادشاهان قاجار که از پول ملت ایران واسه خواست خرجی‌هاشون وام میگرفتن از سرمایه ملت ایران و خرج خواست خرجی‌هاشون میکردن. حکایت همون حکایته، یه مقداری بازی‌ها و شکل بانک‌ها عوض شده. من حس می‌کنم این بانکی که شما فرمودین دومین بانک میشه. ما 7 ماه یا 6 ماه پیش هم یه خبری داشتیم که همینجور که عرض شما فرمودین، شما بانک VTB روسیه اومده بود و اون موقع اعلام کردن که این بانک اومده که در زمینه صنعت حمل و نقل به ویژه صنعت ریلی ایران سرمایه گذاری کنه. عدل انگوش گذاشت روی خط آهن رشت و آستارا که مشخصه واسه چی این خط آهن باز سریعاً احداث می شود. همجور که علی خامنه ای اجازه ویژه هم داد که از صندوق توسعه ملی پولی بردارن خرج این پروژه کنن که تو جنگ روسیه با اوکراین بالاخره امکاناتی که دوستان میخوان در اختیار روسیه قرار. تا الان هیچ خبری از اون نشده. کاشف عمل اومد که اون تقریبا ماجرای پیمانکاری این بانک بوده واسه اون کارخانه پهبادی که در تاتارستان ایران ساخت واسه روسیه و این بانک فقط یه دفتر داشت با 2 تا کار. این بانک اسپر بانک هم اولا چیزی که خود مسئولینش تا الان اعلام کردن اینه که بیشتر فقط
واسه صنعت توریسم و توریستای خارجی یا توریستای روسی است که قراره بیان ایران بتونن نقل و انتقال پول انجام بدن. خب اونم مشخص توریست روسی میره ترکیه و دبی، کما اینکه تو این یک سال اخیر هرچی توریست پول داره خوبه به درد بخور بوده رفته ترکیه ویلاشو خریده، دبی رفته و کسی با این شرایط ایران نمیاد. بیشتر من اینجوری میتونم بگم که بیشتر یه حالت جلپاری روسیه میخواد بده به جمهوری اسلامی واسه تمام خدماتی که جمهوری اسلامی تو این یک سال در جریان جنگ به روسیه و ارباب پوتین کرد. ولی خود جمهوری اسلامی هم چندان باز نیست به حضور بانک‌های بین‌المللی. اینطور نیست، یعنی اون دوره‌ای که یکم روابط حتی بهترم بود، حتما شما به یاد دارید مثلا بانک استاندارد چارترد بریتانیا که حالا در خود بریتانیا نیست، در آسیا خیلی فعال، شعبه‌ای در ایران داشت ولی شعبه فعال نبود، فقط دفتر نمایندگی بود. یا همین بانک روسیه که بهش اشاره کردید هم خودشون بعداً اعلام کردن که فقط دفتر نمایندگی است. یعنی ما هیچ وقت در ایران ندیدیم که یک بانک خارجی با فعالیت‌های تراکنشی مثلا عملیاتی بشه در داخل ایران. دقیقاً این یه بخشش برمیگرده به ساختار اصلا اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی من چند سال بانک خصوصی در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت داشته، بانک‌های خصوصی که عملاً ما بهشون میگیم خصولتی، خصوصی هم نیستن، یعنی میریم ته تهشو که نگاه میکنیم سرمایه داراش و مؤسسینش بنیانگذارانش همه مدیران گردن کلفت دولتی هن. این ساختار اقتصادی و سیاسی اصلا جمهوری اسلامی نه اجازه میده نه دوست داره و نه بانکی میاد این کارو میکنه. همین بانک‌های روسی همون فردا اگر بخوان و شروع به فعالیت کنن تو بازار ایران چند تا نرخ ارز هست. این بانک‌ها چجوری باید مثلا ارزش روبل رو به دست بیارن با دلار حرات، با دلار دبی، با دلار نمیدونم اربیل کردستان؟ تو این اقتصاد نه جمهوری اسلامی دوست داره نه این بانک ها اصلا منافعشون ایجاب میکنه که بیان سرمایه گذاری کنن و درد سرش و پیش رو به تنشون بماله. ممنونم از شما. عطا حسین نیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. انتصاب علی فتی آشتیانی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله وابسته به سپاه پاسداران، به عنوان رئیس جدید سازمان نظام روانشناسی ایران اعتراض جامعه روانشناسان را به دنبال داشته. گروه روانشناسی برای انقلاب در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران دشمن بهداشت روانی مردم، خواهان اعتراض و عدم همکاری روانشناسان با رئیس جدید شده. در این بیانیه اومده که حکومت جمهوری اسلامی در تلاش بر چنگ‌اندازی حکومت بر نهادهای علمی بهداشت روانی شده. آشتیانی در جریان اعتراضات گفته بود دشمنان خارجی با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی جوانان رو وادار به شورش علیه حکومت کردند. مریس توکلی، روانشناس بالینی از مادرید با ماست. خانم توکلی، به نظر میاد که این تغییر و تحولاتی که در فضاهای علمی و دانشگاهی صورت گرفته هیچ بخشی رو واقعا رها نکرده از جمله بهداشت روانی رو. درود به شما و بینندگانتون. متاسفانه دقیقاً همینطوره، ولی نکته که این وسط خیلی مهمه که باید بهش پرداخته بشه اینه که سازمان نظام سازمان نظام مشاوره و روانشناسی قرار سازمانی باشه که سلامت روان جامعه رو تامین میکنه، که یک قسمتی از فعالیت و وظیفه‌اش تربیت نیروهای متخصص روانشناس و مشاور هست که قراره با اصول علمی یاد بگیرن که چجوری میتونن به افراد جامعه برای رسیدن به یک سطح سلامت روان نرمال اقدام بکنن. حالا شما حسابشو بکنید، سازمانی مثل سپاه پاسداران که یک سازمان تروریستیه بر هیچ کسی پوشیده نیست، سازمانی که خودش اقداماتش در راستای نقض آشکار حقوق بشر هست، قراره بیاد و به عنوان متصدی این سازمان وارد عمل بشه. مسلم هست که کسانی که از این به بعد توسط سازمان نظام تعیین صلاحیت میشن، تایید میشن، افرادی نخواهند بود که رویکرد علمی داشته باشن، مستقل باشن و بتونن خارج از چارچوب‌های جمهوری اسلامی فکر بکنن. و اینجا دقیقاً جاییه که ما باید نگران باشیم با توجه به شرایط یک ساله اخیر جنبش زن زندگی آزادی و این همه تروماهایی که برای کسانی که مخالف وجود جمهوری اسلامی هستن اتفاق افتاده، ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم روانشناسانی که از فیلتر سپاه رد شده باشن بتونند منصفانه و علمی کمک بکنن به آسیب دیدگان این جنبش؟ چقدر نگران هستید که انتصابهای این چنینی کلن کیفیت علمی دانشگاه ها و نهادهای علمی دیگر رو پایین میاره؟
متاسفانه دقیقا همینطوره. وقتی که شایسته سالاری کاملا از بین میره و فقط وابستگی ایدئولوژیک افراد دلیلی میشه برای انتصاباتشون، تنها چیزی که نمیتونیم بهش فکر بکنیم علمی بودن و درست بودن روش‌های اجرایی هست. و این متاسفانه سلامت روان، شرایط سلامت روان جامعه ما همین الان در از مرز هشدار هم گذشته. حالا شما حسابشو بکن، اگر هم کسانی توان رفتن برای گرفتن خدمات درمانی رو داشته باشن، قرار باشه این خدمات درمانی تحت عنوان روانشناسی زردی، چون روانشناسی اسلامی بهشون ارائه داده بشه، واقعا شرایط غیر قابل توصیف خواهد بود. ممنونم از شما مریس توکلی، روانشناس بالینی از مادرید. فیلم مرز سبز محصول کشور لهستان در 80مین فستیوال فیلم ونیز به نمایش در آمده. فیلمی که در بخش مسابقه رسمی به نمایش در میاد و بهی جنتی عطایی، هنرپیشه ایرانی فرانسوی، یکی از بازیگرانشه. فیلمی که گفته میشه شهادتی تلخ از خشونت اوریان لهستان در حق پناهجویان، و منتقدین بسیار امیدوارن که در شب اختتامیه جوایز زیادی نصیبش بکنه. کیمیا قربانی گزارش میده. من بلاروسیا على بولونیا قام مرز سبز، فیلمی که شروع و پایانی روشنگرانه دارد. یک خانواده سوری و یک معلم انگلیسی افغانستانی وارد بلاروس می‌شوند. در فرودگاه خودروی در انتظار آنهاست که آنها را به لهستان، به بهشت اتحادیه اروپا ببرد، اما جهنم از مرز شروع می‌شود. تاکسی همه را در یک ایست بازرسی پیاده می‌کند و در شب همه آنها به بلاروس برگردانده می‌شوند. تزریق شر به جامعه. سرباز جوان لهستانی که در انتظار بچه دار شدن است و انسان خوبی به نظر می رسد، اما شب و در مقابل پناهجویان تبدیل به یک جنایتکار می شود. در هر دو طرف مرز مهاجران آسیایی مورد ضرب و شتم و دزدی قرار می گیرند. بلاروس ها آنها را به لهستان می فرستند و لهستانی ها آنها را به بلاروس. یک پینگ پنگ بی‌رحمانه. در نشست خبری مرز سبز، آنیشکا هولند، کارگردان لهستانی فیلم، سخنرانی تاثیرگذاری انجام داد و در پایان از حاضرین در کنفرانس خبری خواست تا به احترام هزاران پناهجویی که در دریاهای ایتالیا غرق شدند، یک دقیقه سکوت کنند. در این فیلم، بهی جنتی عطایی، بازیگر ایرانی فرانسوی، در نقش معلم انگلیسی افغانستانی ایفای نقش می کند. او با لباسی آراسته شده به زن زندگی آزادی روی فرش قرمز آمد. بچه بودم که از ایران اومدم، رفتیم اول آمریکا زندگی کردیم، بعدن فرانسه، و تمام زندگی رو بعدش دیگه در فرانسه بودم. اولش درس علمی علوم خوندم، مستر ساینس دارم، ولی که میخواستم هنرپیشه باشم. ایرانی ها میگم بازیگر، ولی فکر کنم هنرپیشه خیلی کلمه قشنگتری هست، میگم هنرپیشه باشم. یک کنکوری بود که باید میگذروندم که گذروندم، قبول شدم، ولی مادرم اجازه نداد برای اینکه ایرانی دختر کار سخت. ولی بعد از اینی که مسترم رو گرفتم توی ساینس کار کردم، شروع کردم پژوهشگر بودم، عوض کردم راهمو و اون موقع هنرپیشه شدم. گرین بوردر یه فیلم لهستانیه که کارگردانش اگنیشکا هولانده، که یکی از بگیم برترین کارگردانای دنیا اصلا محسوب میشه، و یک کار خیلی بکری کرده که هیچ تا امروز اتفاق نیفتاده، فیلم برداری نشده، راجع به مرز بین بلاروس و لهستان هستش و این پوشبکایی که هست، و دفعه اولی که نشون میدن که چه اتفاقایی واقعا در واقعیت اونجا میفته. پایان فیلم نشان دهنده سقوط انسانیت است. گروهی از پناهجویان اوکراینی که ناامید و خسته هستند، اما خوب لباس پوشیدند و به وضوح دیده می شود که وضع خوبی دارند، با کودک و گربهشان از مقابل همان سربازان لهستانی می گذرند و مورد استقبال قرار می گیرند.
کارگردان میگوید خیلی واضح است که وظیفه همه کمک به اوکراینی هایی است که توسط روس ها مورد حمله قرار گرفتند، اما واقعیت این است که به چشم اروپاییان پناهجویان با هم یکی نیستند. مرز سبز فیلمی که سیاه و سفید بودنش صرفاً یک انتخاب زیبایی شناختی نیست و لحن تاریک مستند فیلم را برجسته می کند. کیمیا قربانی، ونیز. دیدبان حقوق بشر از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته جنایت گروه طالبان علیه بشریت را بررسی کنه. این اولین باره که دیدبان حقوق بشر اقدامات طالبان علیه زنان رو جنایت علیه بشریت توصیف کرده. این نهاد در گزارش جدیدش نوشته طالبان از زمان بازگشت به قدرت با صدور دستورات کتبی و شفاهی مرتکب جنایت علیه بشریت در قبال زنان افغانستان شده. گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در حالی که اعتصاب غذای فعالان زن اهل افغانستان در شهر کلن آلمان وارد هشتمین روز شده. تمنا پریانی و همراهانش برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان دست به اعتصاب غذا زدند. قطع کمک‌های مالی به طالبان و آزادی زندانیان سیاسی در افغانستان از خواسته‌های دیگر این فعالان زنه. تمنا زریاب پریانی مسئول جنبش زنان آزادیخواه از شهر کلن با ماست. خانم پریانی، دقیقاً به دنبال چه هستید؟ شما در بهترین حالت دوست دارید که آلمان و جامعه جهانی چه بکنه؟ سلام مهمترین مسئله که مشتک داریم برسمیت شناختن پاکتاید انسیدی در افتسان قطع مدبای مالی و من سفرهای روی سی طالب ها و همچنان از اتسازی زندانی سیاسی در افتسان. خانم زریاب، شما خودتون هم در اعتصاب غذا هستید اگر اشتباه نکنم، تا کی میخواید اینو ادامه بدید؟ از تاریخ اول سپتامبر ما این اعتصاب غذا را شروع کردیم و تا تاریخ 12 سپتامبر دادلاین ما هست، ولی اگر قبل از تاریخ 12 ما حرفی در این مورد از سازمان ملل متحد و یا پارلمان آلمان و دولت آلمان داشته باشیم اعتصاب را قطع می‌کنیم، ولی اگر با پاسخ روشنی در مورد آپارتاید جنسیتی نداشته باشیم این اعتصاب ادامه خواهد داشت. چقدر امیدوارید به این درخواست دیدبان حقوق بشر برای بررسی آنچه که اونها جنایت علیه بشریت توسط طالبان خوندن در دادگاه بین‌المللی؟ حمایت های مردمی خیلی زیاد است و گروه های مختلف در شهرهای مختلف از این اعتصاب پشتیبانی میکنن و پیوستن. ما فکر میکنم که قطعا میتونن نتیجه مثبتی در پی داشته باشه و ما هم منتظر هستیم. خانم زریاب، من عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد تماسی که با شما داشتیم، ولی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. تمنا زریاب، مسئول جنبش زنان آزادیخواه از شهر کلن آلمان. باغ لوکزامبورگ پاریس میزبان نمایشگاهی از مینیاتورهای ایرانیه. مینیاتورهایی از عباس مویری، نقاش معاصر ایرانی و شماری از شاگردهای او. این نمایشگاه که توسط مجلس سنای فرانسه برگزار شده، بیش از هر چیز یادبودی برای عباس مویری که شاگردانش او رو سفیر فرهنگی ایران در فرانسه میدونن. نیلوفر پور ابراهیم سری زده به این نمایشگاه. زربین در دست به دنبال پیچ و خم قلمو و دنیای خلسوار این بزم ایرانی. مینیاتوری از عباس معیری، استاد برجسته ایرانی که 3 سال پیش از دنیا رفت. معیری در کنار نقاشی معاصر و مدرن بیش از نیمی از عمر خود را وقف آموزش و گسترش مینیاتور ایرانی در فرانسه کرد. خیلی‌ها بودن می‌آمدن پلوش و ازش می‌خواستن که کار نقاشی تعلیم بگیرن یا طراحی و می‌گفت فقط من مینیاتور ایرانی درس می‌دم. در پاریس پر از کلاس‌های نقاشی و طراحی هستش، برین یاد بگیرین جای دیگه، من فقط مینیاتور ایرانی‌ام. تابلوهای از عباس معیری و تعدادی از شاگردانش در این عمارت کوچک در باغ لوکزامبورگ پاریس به نمایش درآمده. استاد ما عباس معیری تکنیک کامل
کاملا سنتی رو به ما یاد داده که قرنها از استادی به استاد دیگه منتقل شده. تکنیک من هم کاملا سنتیه، اما من فرهنگ غربی خودم رو هم بهش اضافه کردم. اون ما رو تشویق کرد که تصور کنیم از قدیمی ها کپی نکنیم و خلاق باشیم. خاطره شاگردان از دیدار و کارشان با این هنرمند کم و بیش یکسان است. هنرجویانی مشهور استاد و مینیاتور ایرانی. En fait, la miniature persane, c'est regarder à l'intérieur de soi-même et ça m'a permis de. در واقع مینیاتور ایرانی نگاهی به درون خوده و به من اجازه میده و کمک میکنه تا آنچه را که احساس میکنم بیان کنم. تمام بی‌عدالتی‌ها، تمام بدی که احساس میکنیم. مینیاتور کمک میکنه تا هر چیز بدی رو تعالی ببخشیم، تبدیل کنیم به چیز جادویی، به زیبایی، به باغ عدن، به منظره بهشتی که در اون فقط نور وجود داره. بعد سوم، سایه و سن وجود نداره، اما فقط پذیرش و زیبایی و آرامش وجود داره. در آن تابلوی بالایی زن زندگی آزادی رو با یک شعر عربی تلفیق کردم که میگه اگر مردم در جستجوی آزادی باشند سرنوشت یک روز تسلیم آنها میشه. ترکیب بندی ها در مینیاتور ایرانی بسیار مدرنه. نقاشان بسیاری از مینیاتور ایرانی الهام گرفتند. هماهنگی رنگ ها و ترکیب بندی تصاویر قدیمی برای من بسیار مدرن و الهام بخش است. برای یک هنرمند معاصر مینیاتور واقعا الهام بخشه. شاگردان ایرانی عباس معیری در فرانسه میگویند به دنبال یافتن بخشی از هویت و فرهنگ خود پا به آتلیه این هنرمند گذاشتند، بدون آنکه تصور کنند مینیاتور به بخشی جدا نشدنی از آثارشان تبدیل خواهد شد. من حدود 4 سال مینیاتور با استاد کار کردم. بعد از اون دنبال نقاشی‌های قاجار رفتم و بعد از نقاشی قاجارم دیگه رفتم به نوبه نبا رنگ روغن که بازم میومدم که با کاغذ طلا کار میکردم که بازم میومدم از استاد همیشه به من کمک میکردن توی راهی که هستم که بتونم یه مقداری از نقاشی‌های ایرانیام که توی کارام بیارم. هنوز دارم ادامه میدم مینیاتور کار کردن، ولی دیگه سعی میکنم شخصی تر باشه، یه ذره آزادتر باشه، یعنی اون حالت سنت و واقعا اون حالت سنتی مینیاتور و سوژه های سنتی رو ازش یه ذره جدا شدم. این شاگردان عباس معیری حالا نقاشانی هستند با سبک و سیاق متفاوت که از مینیاتور ایرانی در آثارشان بهره میبرند. زنانی که راه مردان مینیاتوریست ایرانی را فرسنگ ها دورتر از زادگاه این هنر ادامه می دهند. نیروفر پور ابراهیم، پاریس. رسانه‌های فرانسوی میگن به سند دولتی دست پیدا کردن که نشون میده از زمان وضع قانون ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس فرانسه، ترکیه کارزارهای تبلیغاتی علیه دولت پاریس به راه انداخته. در این سند دولتی سرویس‌های امنیتی هشدار دادن که چند سازمان و رسانه در ترکیه فرانسه رو به اسلام حراسی و سرکوب مسلمانان متهم کردن و برای بدنام کردن دولت مردان این کشور تلاش میکنن. یکی از این سازمان‌ها سازمان بین‌المللی حمایت از پیامبر اسلام مستقر در ترکیه است که به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین نزدیکه. پاریس تا به حال درباره حمایت دولت‌های خارجی از گروه‌های تندروی اسلامی مسلمان در فرانسه ابراز نگرانی کرده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، چرا باید جای تعجب داشته باشه؟ مگر کشورهای غربی در امور دیگر کار مشابه نمی‌کنه؟ در مورد اردوان فرق میکنه، در مورد ترکیه فرق میکنه. ترکیه یک کارزار تاریخی وسیع همیشه همینه علیه فرانسه داشته. علتش هم اینه که فرانسه از کشورهای بسیار مهم اروپایی بوده که علارغم اینکه که ترکیه کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا بود، سالها مخالفت میکرد با آمدن ترکیه به اتحادیه اروپا. میگه اگه ترکیه به اتحادیه اروپا بیاد بزرگترین کشور مسلمانی میشه، بزرگترین کشور اروپایی میشه از نظر جمعیت، که در این حال مسلمان هم هست. بنابراین ما نمیتونه، اتحادیه اروپا نمیتونه چنین ترکیه رو هضم بکنه. این از اونجا ناشی میشه. دوم اینکه واقعیت این است که سیاست هایی که دولت آقای مکرون و دولت های قبلی اتخاذ کردند در مورد عدم نفوذ یا جلوگیری از نفوذ گروه های اسلامی در درون نهادهای دولتی و به خصوص نهادهای آموزشی فرانسه، چون به هر حال فرانسه یک کشور لایسیته هست، از اونجا شروع شده.
یک دلیل دوم دیگری هم داره. آقای اردوغان از آغاز بهار عربی خودشو رهبر دنیای اسلام میدونه، یعنی به اون حدی که به تمام اخوان المسلمین امکان داد که در ترکیه سکونت داشته باشن، پایگاهشون اونجا بود. حتی گروه حماس یه وقتی از ایران جدا شد رابطهشو کم کرد و رفت به ترکیه، و این به اصطلاح موقعیتی که اردوغان برای خودش در جهان اسلام تصور میکرد، به خصوص در بهار عربی، چون من واقعا در زمان بهار عربی به هر جا که میرفتم این جنبش های اسلامگرای بهار عربی رو که ازشون سوال میکردی که شما که میگید اسلام هو الحل، اسلام تنها راه حل هست، نمونتون چیه، مدلتون چیه، اونا همه از ترکیه نام میبردن. به همین علتم ترکیه تصور میکرد اگر بهار عربی موفق بشه در جهان عرب، ترکیه تبدیل میشه به رهبر تمام کشورهای عربی. و از زمان حضور اخوان المسلمین به صورت فعال در ترکیه، به خاطر منافعی که ترکیه احساس میکرد، در حقیقت یه ارتش سایبری عرب درست شده در ترکیه و در شبکه‌های اجتماعی علیه اقدامات بغیره اونها ضد اسلامی دولت فرانسه تبلیغ میکنه. آخرینش هم همین مسئله عبایه هست، قبلا در مورد شالی ابرو بود، قبلترش در مورد حوادث دیگری در فرانسه بود که باعث عکس العمل دولت فرانسه علیه اسلامگرایان شده بود. در حقیقت یک خصومت فرهنگی دامنداری بین ترکیه یا شخص اردوغان و دولت فرانسه وجود داره و این ناشی از همونجاست. این مسئله رو لوپاریزیان برای اولین بار با صحبت با رهبران سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه مطرح کرد، بعدن هم تمام روزنامه‌های دیگر فرانسوی مثل لوپوان، لوموند از لوپاریزیان گرفتن و خودشون بحث دادن و معلوم شد که این ارتش سایبری ترکیه در پی این هست که فرانسه رو در حقیقت به عنوان دشمن اصلی مسلمانان جهان معرفی کنه. ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. کره شمالی از یک زیردریایی با قابلیت حمله هسته‌ای رونمایی کرده. کره شمالی پیش از این فقط یک زیردریایی شناخته شده داشت که قادر به شلیک موشک بود. رسانه دولتی پیونگیانگ ادعا کرده که این زیردریایی به گفته مقامات این کشور به سرعت برق و باد قدرت بازدارندگی هسته‌ای کره شمالی را افزایش میده. زمانی که گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با تولید این زیردریایی مطرح شد، مقامات کره جنوبی در مورد قابلیت‌های این زیردریایی اظهار تردید کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسمی که با حضور افسران نیروی دریایی برگزار میشد، این اتفاق را نقطه عطفی برای مقابله این کشور با آمریکا و متحدان آسیاییش توصیف کرد. بر اساس تجربیات ارزشمندی که موقع ساخت این زیردریایی به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که باید به سرعت فرایند تبدیل کاربری همه زیردریایی‌های سایز متوسط به زیردریایی‌های بزرگ تهاجمی رو شروع کنیم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، تعداد کشورهایی که زیردریایی هسته‌ای دارن انگشت شمار هست. چقدر فکر می‌کنید ادعای مقامات پیونگیانگ درسته؟ خب این زیردریایی رو که حالا رونمایی کردن ازش، باید بدونیم که خب این یک زیردریایی به حساب تهاجمی هسته‌ای تاکتیکی است. یعنی چی؟ یعنی که این زیردریایی قادر موشک‌های بالستیک رو که سر جنگی اینها هسته‌ای است از زیر آب پرتاب بکنه. این ادعاست. ولی این زیر دریایی سیستم به حساب رانشش، اون سیستم به حساب که اینا به حرکت در میاره، اون هسته‌ای نیست. این یک زیر دریایی، یعنی اصل زیر دریایی یک زیر دریایی متعارفی معمولی است. به اون گونه که ما از شکل و ظاهر این زیر دریایی میبینیم، در واقع این الگو برداری شده از زیر دریایی های معمولی که ما بهش میگیم کلاس رومیو که اسم ناتوست، از روسیه گرفته شده و اینها معمولا زیر دریایی دیزلی و الکتریکی است.
میفهمم، ولی آریان خود شلی که هستی اگر واقعا چنین کاری بتونه بکنه، به خصوص اگر موشک بالستیک مثل بعضی از زیردریایی‌های فدراسیون روسیه و ایالات متحده بتونه شلیک بکنه، خب بازی رو خیلی عوض میکنه برای کره شمالی، اینطور نیست؟ بازی رو عوض میکنه، ولی ما باید این رو حساب بکنیم که این زیردریایی برای پرتاب، این زیردریایی تاکتیکی است، بودش محدوده. یعنی اگه مثلا ما بخوایم فکر بکنیم که باید آمریکا نگران باشه که ممکنه این زیردریایی موشک رو شلیک بکنه به اون طرف، خیر، این زیردریایی حدود 10 تا محفظه در اون سیلش، در اون بادبانش، اون قسمت برجستش داره، یعنی 10 تا موشک پوک گوگ سانگ، پوک گوگ سانگ 3 که یک موشک بالستیکی است، با برد حدود 2000 کیلومتر میتونه پرتاب بکنه. ولی این رو باید بدونیم که ما واقعا نمیدونیم که امکان این کار را داره و تا چه حد این موشک ها دقیق است و از طرفی چون زیر دریایی معمولی است و صدا تولید میکنه، بنابراین تشخیص محل این زیر دریایی و پایش این نمیتونه کار بسیار مشکلی باشه. بنابراین به اون معنا نیست، یعنی اون زیر دریایی که آمریکا داره یا فرض بکنید بریتانیا داره یا فرانسه داره، اونا سیستم رانش اونها هسته‌ای است، در ضمن انواع و اقسام موشک‌ها رو دارن، از جمله برخی از اینا موشک‌های بین‌قاره‌ای. ولی همین اندازه پیشرفت هم آقای آریان آیا نشون نمیده که بالاخره در همین خفا کره شمالی دستاوردهای نظامی داره که دست کم در ظاهر به نظر میاد بعضی اوقات، حالا اگر نه سرویس‌های اطلاعاتی، دست کم تحلیلگران غربی رو سورپرایز می‌کنه؟ حتما، برای اینکه از نظر موشک‌های سیستم حساب موشکی و انواع اقسام موشک‌هایی رو که در ساحل داره، از موشک نودانگ و پوکوکسانگ و موسودان و آخرینش که موشک هواسانگ 18 است که بین قاره‌ای است با بعد 15000 کیلومتر، بره بسیار مهمه. ولی این توجه خاصی رو که الان داره کره شمالی می‌کنه به نیرو دریایی خودش، داره این توسعه میده و یک مقدارش برمیگرده به اینکه خیلی نزدیک شده به روسیه و به چین که خب بسیار نزدیک بوده. میدونیم که طی پیامی در روز ملی به حساب روسیه حمایت کامل خودش رو از مسکو برای حمله به اوکراین اعلام کرد. در ضمن کره شمالی غیر از روسیه تنها کشوری است که استقلال اون مناطق اشغال شده رو به رسمیت شناخت و شایگو وزیر دفاع روسیه که ماه جولای در کره شمالی بود خیلی ازش استقبال به عمل اومد و در این حال اینطوری به اینا گفت که میشه کره شمالی، یعنی نیروی دریاییش، با نیروی دریایی چین و روسیه در مانورهای مشترک شرکت بکنن. به همین جهت داره توجه خاصی، البته مدت هاست، کره شمالی داره به نیروی دریایی خودش نشون میده. اگر یه همچین محوری تشکیل بشه و اینها به همدیگه نزدیک بشن، همکاری ها بیشتر بشه و خواسته های کره شمالی از روسیه که قرار پوتین رو در ولادیوستوک ملاقات بکنه که یکی از آنها تکنولوژی برای زیر دریایی هسته‌ای است، برآورده بشه، میتونه چالش بزرگی برای آکوس، یعنی استرالیا، بریتانیا، آمریکا و همچنین کشورهای کواد، یعنی استرالیا و هند و آمریکا و ژاپن باشه در منطقه. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. برای بخش زیادی از ایرانیان جیان خودروی بسیار آشنا و خاطره‌انگیزیه، ماشینی که اواخر دهه 40 در ایران برای رقابت با پیکان وارد عرصه تولید شد. همکارم مهران عباسیان نگاهی به جیان در این روزها داشته و گزارش تهیه کرده از دوستداران این خودرو که با هم می‌بینیم. این صدا برای دهه 50 تا 70 ها آشناست. خودرویی که موتورش صدای آب می‌گیری می‌داد. بعد چند ده متری میشد تشخیص داد که خودروی جیان در حال نزدیک شدنه. حتی هنوز وقتی اسمش رو میشنویم صدای موتورش در گوشمون میپیچه و یاد جیان گلدار چاق و لاغر میفتیم که خودران بود و خیلی پیشتر از اینکه ایلان ماسک تسلا رو عرضه کنه. خط تولید جیان اواخر دهه 40 در ایران به راه افتاد. اتومبیلی که همیشه محبوب خانواده‌های کم درآمد بود.
سالهای آزگار جور سفر بیاوره بسیاری از خانواده‌های ایرانی رو با همان ظاهر نحیف و شکننده می‌کشید. حالا اما پس از سالها و هزاران کیلومتر دورتر، اینجا در سوئیس هزاران نفر برای 24مین نشست دوستداران دوسیوی یا همان ژیان گرد هم اومدن. شرکت کنندگان این مراسم از سراسر اروپا برای دیدار با ژیان خاطراتشان آمدند. بعضی برای خرید قطعات خودروی ژیانی که همچنان در پارکینگ خانهشان نگهداری می‌کنند، عده‌ای برای خرید خود خودرو به عنوان یک کالای آنتیک و عده بیشتری صرفاً برای تجدید خاطرات و نوستالژی‌هایی که با ژیان دارند اینجا حاضرند. اما همه شرکت کننده‌های این مراسم یک نقطه اشتراک دارند، اینکه همگی عاشق ژیان هستند. من فکر میکنم این اتومبیل یک طراحی جادویی و به طور نمادین فرانسوی داره. برای خیلی از ماهایی که اینجا اومدیم، ژیان تقریبا به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته شده و خیلی از مردم، مخصوصا در فرانسه که به یادشون میاد والدینشون یکی داشتن، یا مثلا پدر بزرگها و مادر بزرگاشون ژیان داشتن. ژیان فقط یک ماشین نیست، بلکه یه سبک زندگیه، سبکی که ما خب دوستش داریم. ژیان زمانی ارزان‌ترین خودروی جهان بود و از یک موتور دو سیلندر استفاده میکنه. مصرف سوخت این خودرو بسیار پایینه و به خاطر ساختار شاسی و کمک فنرهاش معروف بود که چپ نمیشه. وسط این کوها و این محیط افسانه ای فوق‌العاده در ژورای سوئیس بهتر از این نمیتونست باشه. واقعا چرا وقتی میتونید هر چیزی که از یه وسیله نقلیه انتظار دارید با یه ژیان داشته باشید، به دنبال چیز دیگه ای هستید؟ سرمایه اولیه کارخانه‌ای که در ایران برای تولید ژیان احداث شد 160 میلیون ریال بود. و حالا بعد از 50 سال قیمت این ژیان قراضه همان قیمت ساخت کل کارخانه، یعنی 16 میلیون تومان است.